سرخط خبرها. مقاومت در گوشه گوشه افغانستان در حال هسته‌گذاری است. حاکمیت نامشروع طالبان به پایانش نزدیک شده است. منبع آماج نیوز. و در پایان، از امیر امان الله خان تا ملا عمر، سفر به سوی قهقرا. مشروع خبرها. آیا جبهات مقاومت بر ضد طالبان در حال رشد و افزایش است؟ با آغاز فصل جنگ در افغانستان به نظر می رسد که گروه های کوچک از مقاومت بر ضد طالبان در بیشتر نقاط کشور شکل گرفتند. حدود نصف از گروه های مقاومت که قبلا ناشناخته بودند در هفته های اخیر اعلام موجودیت کرده و تعهد نمودند که در کنار جبهه مقاومت ملی یگانه گروه برجسته ضد طالبان علیه طالبان بجنگند. کارشناسان میگویند که این تحول همراه با افزایش حملات مرگبار گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش میتواند قدرت طالبان را 8 ماه پس از تسلط بر افغانستان تهدید کند. پژوهشگرانی که این گروه ها را مطالعه کردند میگویند که در حالی که هدف عمه آنان سرنگونی حکومت 8 ماهه طالبان است، اما به دلیل عدم اتحاد و هماهنگی دچار مشکل شدند. پیتر ملز، پژوهشگر امور افغانستان در مؤسسه مطالعات جنگ، اخیراً پژوهش را درباره گروه های ضد طالبان منتشر کرده است، گفت برای اینکه این گروه ها بتوانند تأثیر سرنوشت‌ساز در رقابت با حکومت طالبان داشته باشند، به هماهنگی و وحدت بیشتری نیاز دارند. جانتون شرودون، مدیر برنامه مقابله با تهدیدات و چالش ها در CNA، یک سازمان غیر انتفاعی تحقیقی تحلیلی می گوید که عدم هماهنگی بین این گروه ها سبب شده که تا حال این گروه ها نتوانستند در یک جنبش مقاومت گسترده مدغم شوند. آقای شرودون افزود که در این صورت آنها در کل سطح پایینی از قابلیت ها را حفظ می کنند. اما عدم هماهنگی تنها نقطه ضعف نیست که آنها را از تبدیل شدن به یک نیروی جنگی مؤثر باز می دارد. این گروه ها به امکانات زیاد از جمله حمایت خارجی نیز نیاز دارند. با این حال، برخلاف دهه 1990 زمانی که روسیه، ایران و هند همه از ائتلاف شمال علیه طالبان حمایت کردند، هیچ کشور تاکنون به حمایت این گروه ها نشتافته است که در نتیجه به گفته شوردون در کوتاه مدت این گروه ها احتمالاً نخواهند توانست چیز بیشتر از دردسرهای کوچک برای طالبان ایجاد کنند. طالبان به نوبه خود از زمانی که جبهه مقاومت ملی را در ماه سپتامبر از دره پنجشیر خارج کردند، این گروه ها را تا حد زیاد به عنوان تبلیغات مخالفان نظرانداز کردند. اما کارشناسان میگویند که شورش ها می تواند سالهای متمادی دوام کند و آنچه که امروز ممکن مجموعه کوچکی از گروه ها باشند، به یک شورش تمام عیار و خونین تبدیل شود. شوردون گفت که در دراز مدت عوامل متعدد از جمله یافتن یک کشور حامی، توانایی برای متحد شدن زیر یک پرچم و افزایش نارضایتی مردم علیه طالبان می تواند توازن کنونی را برهم بزند. عطا محمد نور، حاکمیت نامشروع طالبان در افغانستان بقا ندارد و به زودی گلیمشان برچیده خواهد شد. آماج نیوز. عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی، در پیام به مناسبت 8 ثور سال پیروزی مجاهدین افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی گفته که افغانستان 3 دهه پس از پیروزی جهاد مورد اشغال یک گروه تروریستی قرار گرفته و بدترین روزهای تاریخش را سپری می کند. آقای نور دلیل وضعیت به وجود آمده را کم مهری شمار از کشورهای جهان و منطقه و ناتوانی و توطئه حکومت پیشین خوانده است. با گفته رهبر جمعیت اسلامی، دنیا با وضعیت افغانستان هنوز هم با کم مهری برخورد می کند و نظارگر یک حاکمیت تروریستی است. عطا محمد نور در ادامه حملات اخیر بر غیر نظامیان در مساجد، مکاتب و همچنین قتل های هدفمند، آدم ربایی و بوجگیری را به عنوان روایت حاکمیت نامشروع طالبان یادآوری کرده و گفته است که این وضعیت بقا و پایداری ندارد و به زودی گلیم آنها یعنی طالبان برچیده خواهد شد. رهبر جمعیت همچنان در مورد فعالیت های داعش در افغانستان اشاره کرده و پرسیده که طالب و داعش جز ریختن خون مردم، قتل عام بیگناهان و ویرانی هدف و رویکرد دیگری مگر دارند؟
او افزوده که برای طالبان دو نگاه نسبت به داعش وجود دارد، گروهی کنار آنها باشد داعش خوب و گروه هایی که حتی در سطح مخالف سیاسیشان باشد به نام داعش. شکنجه، سرکوب و به قتل می رسند. آقای نور حاکمیت طالبان در افغانستان را پناهگاه تروریستان خوانده و این کار را برای منطقه و جهان خطرناک دانسته و گفته که افزایش حملات طالبان پاکستانی و بلوچ های جدایی طلب در خاک پاکستان، فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی نمونه های بارز از فعالیت های گروه های تروریستی زیر حاکمیت طالبان است. رهبر جمعیت اسلامی به گمان زنی برگزاری لویه جرگه برای مشروعیت دهی به حاکمیت طالبان نیز پرداخته و گفته که برگزاری لویه جرگه زیر چتر حاکمیت نامشروع طالبان غیر ممکن و تقلا برای تداوم حاکمیت گروه طالبان است. آقای نور در پایان این بیانیه راه حل بحران موجود افغانستان را ایجاد حکومت فراگیر با حضور همه طرفها و ساختار پارلمانی و غیر متمرکز دانستنه و گفته که باید تصمیم مردم از طریق رای شامل تمثیل شود. اظهارات رهبر جمعیت اسلامی افغانستان در حال مطرح می شود که پس از 8 ماه از حاکمیت طالبان هنوز مبنای مشروعیت داخلی و جهانیشان معلوم نیست و مردم نمی دانند بعد از این برای رسیدن به قدرت به تفنگ رجوع کنند یا به رای. اندپندنت فارسی. از امیر امان الله خان تا ملا عمر، سفر به سوی قهقرا. امیر امان الله خان، سردار سازندگی و تغییر در افغانستان، در 25 اپریل 1960 در زوریخ سوئیس از دنیا رفت. ملا عمر که خود را امیر المومنین جهان اسلام می دانست، در 24 اپریل 2013 در پاکستان مرد. در فاصله 62 سال میان مرگ امان الله خان و ملا عمر، افغانستان بدترین دوره معاصر خود را سپری کرده است. در این مقاله به صورت مختصر سیر تاریخی افغانستان از وفات امان الله خان تا مرگ ملا عمر را با خواننده های متن به اشتراک میگذاریم. در سال که شاه امان الله خان در زوریخ سوی ششم جهان فرو بست، افغانستان یکی از امنترین کشورهای منطقه بود که به سوی رشد سیاسی اقتصادی گام برمی داشت. محمد ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان در اوج قدرت بود و به تازگی اصلاحات سیاسی را آغاز کرده بود. آزادی اعضا و فعالیت های سیاسی باعث شد تا چندین حزب سیاسی منتقد سلطنت در افغانستان شکل بگیرد. در حوزه های اقتصادی نیز گام های صریح برای پیشرفت افغانستان برداشته می شد. کمتر از یک سال از سفر تاریخی ایزونها رئیس امریکا به افغانستان می گذشت. او در این سفر در مورد نفوذ خزنده اتحاد جمهوری شوروی به شاه افغانستان هشدار داده بود. ظاهرا شاه با سیاست نداشتن وابستگی و بی‌طرفی در تلاش بود که موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان به خوراک جنگ سرد تبدیل نشود. با این حال سیاست های جهانی بر روی کرد بی‌طرفانه و غیر بسته افغانستان در آن روزا کار نداشت.